به نام خدا. عرض سلام و احترام و درود خدمت همه دوستان، دوستان حاضر در شبستان باشگاه اندیشه و دوستان که فایل صوتی رو میشنوند یا از سر لایف ما رو میبینند یا بعدا خواهند دید. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و خیلی ممنونیم که در این هوای گرم و باز متاسفانه با خبرهای نه چندان گوارا اونقدر ناگوار نشده، ولی خب راجع به کرونا باز هم تشویق بودید و آمدید. اولی اختلاف نظر رو از ابتدای تابستان 1401 تقریبا شروع کردیم. این ششمین جلسه است و طی جلسات گذشته دست کم سه جلسه درباره اختلاف نظر از منظر معرفت شناسی بحث کردیم و پیش از این گفتیم که در معرفت شناسی موضوع اختلاف نظر شاید موضوع جدیدی باشه و شاید موضوعی با دستیقا تو ایران که موضوع جدیدی و خیلی روش بحث نشده، تو خارج از ایران هم خیلی پر سابقه و پر دامنه نیست، اگرچه قرینه های رو ازش در تاریخ فلسفه میشه پیدا کرد. و دو جلسه اخیر در موضوع اختلاف نظر سیاسی و توافق سیاسی گفته میشد. در این جلسه با حضور مهمان ارجمندی که داریم باز هم برمیگردیم و دنباله مباحث رو در حیطه معرفت شناسی و فلسفه پی میگیریم و خیلی خوشحالم از اینکه معرفی کنم آقای دکتر شیخ رضایی مهمان برنامه هستند و موضوع اختلاف نظر و نسبیت گرایی رو قرار از زبانشون بشنویم و بیش از این مقدمه رو طولانی نکنم. در خدمت های دکتر شیخ رضایی هستیم در واقع و پس از ارائه ایشون به سنت همیشگی باشگاه گفتگو و سوالات در جریان خواهد. خیلی ممنون از برگزار کنندگان این جلسه، دوستان عزیز که تشریف آوردن و دوستانی که به شکل آنلاین یا بعدها آفلاین جلسه رو میبینن یا میشنون. به نظرم انتخاب خیلی خوبی هست موضوع اختلاف نظر برای تشکیل یک سلسله جلساتی، به خاطر اینکه ابعاد مختلفی داره این مسئله و شاید از اون دست موضوعات فلسفی است که در عمل کاربرد مهمی داره، به بسیاری از مسائل مبتلا به ما مربوطه و ما به ازای عینی در زندگی ما داره. خب همونطور که اشاره کردن، من موضوع صحبتم درباره رابطه و نسبت اختلاف نظر و نسبی گرایی است. عمده چیزی که امروز مطرح خواهم کرد متخذ از یک مقاله است، چون یادم اولم که معرفی شد و از من لطف کردن دعوت کردن که بر ارائه بدم چیزی رو، یادمه که گفتن که خوبه که بر اساس یک مقاله یا متنی باشه و عمده نکاتی که من میگم از این مقاله است که به نظر من مقاله بسیار مهمی است و خیلی بصیرت‌های جالبی راجع به مفهوم اختلاف نظر داره. خودم در حواشی اون نکاتی میگم، ولی در مجموع من با ایده‌ای که در این مقاله راجع به اختلاف نظر، نسبی انگاری و نوع خاصی از نسبی انگاری که حالا توضیح خواهم داد مطرح میشه موافقم و همدلم. ولی خب میتونیم در صورتی که سوالی هست و پرسشی پیش میاد دربارش بحث بکنیم. مقاله عنوانش هست De-idealizing disagreement, rethinking relativism. ایدئال زدایی از اختلاف نظر و بازنگری در نسبی انگاری. مقاله سال 2018 نوشته شده، خانم کاترینا کینزل و آقای مارتین کوش از دانشگاه وین هر دو. خب بحث رو با این میشه شروع کرد که به شکل معمول وقتی که موضوع اختلاف نظر در کتاب‌های معرفت شناسی مطرح میشه، اختلاف نظر به شکل اختلاف دو نفر که اصطلاحاً همتای معرفتی گفته میشن بر سر
یکی از واقعیت‌های جهان وجود داره. به این موقعیت میگن اختلاف نظر. دو تا چیز مهمه، یکی اونا همتای معرفتی هست و یکی این که اون موضوع اختلاف نظر بر سر یکی از واقعیت‌های جهان. مثلا فرض بکنید دو تا فردی که به اندازه کافی از جنگ ایران و عراق خبر دارن، یعنی کارشناس جنگ به حساب میان، مثلا فرض بکنید اختلاف نظر دارن بر سر اینکه در عملیات کربلای 5 چه اتفاقی افتاد، یا مثلا فرض بکنید دو نفر کارشناس فوتبال اختلاف نظر دارن بر سر اینکه فلان بازیکن در رده جوانان در چه تیمی بازی میکرد، یا همچین چیزایی. اولا هر دو همتای معرفتی هن، یعنی به اندازه کافی به اطلاعات اون حوزه دسترسی دارن، به یک اندازه دسترسی دارن. و دومی که اون مسئله یک مسئله است که صدق و کذب میپذیره و یا این گونه هست یا این گونه نیست و اختلاف نظر بر سر اون وجود داره. خب من امروز و این مقاله بحثو از اینجا شروع نمی‌کنه، از جای دیگه شروع می‌کنه، ولی نهایتاً می‌خواد به این نتیجه برسه که این حرفایی که خواهد زد راجع به این نوع اختلاف نظر شناخته شده بر سر واقعیت‌های جهان بین دو همتای معرفتی هم درست. اما یه دسته اختلاف نظرهایی هست که همینطوری که در وهله اول بهشون نگاه میکنیم با این مثالهایی که زدم فرق میکنه. یکی از معروفترین اینها مربوط به ترجیحات ما در مورد طعم و مزه است. مثلا من بگم که فلان نوشیدنی یا فلان غذا خوشمزه است و شما بگید که خوشمزه نیست، یا من بگم که به طبع ما ایرانی ها میخوره و شما بگید به طبع ما ایرانی ها نمیخوره، یا من بگم از فلان غذای دیگه خوشمزه تره یا شما بگید خوشمزه تر نیست. خب اولا اختلاف نظر داریم اینجا، من میگم الف درست است و شما میگید الف نادرست است. اما برخلاف اون مورد اول که خیلی شهود ما به این نزدیکه که اگر دو نفر سر یه چیز اختلاف نظر دارن، یکیشون باید بر خطا باشه، یکیشون اشتباه کنه در مورد واقعیت‌ها، اینجا همچین درک و شهودی نداریم. یعنی من میتونم بگم قرمه سبزی خوشمزه است و شما بگین قرمه سبزی خوشمزه نیست و احساس بکنیم که هیچ کدوم خطا نکردیم. یعنی بین صدق و کذب و خطا یا اشتباه یک فاصله میفته، حداقل درک اولیه ما از امور ذوقی به خصوص در حوزه چشایی اینطوره. در اون موارد اول اگر ما اختلاف داریم دست کم یکیمون باید اشتباه بکنه، ولی در این مورد میتونیم هر دومون درست بگیم، حداقل در وهله اول. به اینها میگن اختلاف نظر عاری از خطا، faultless disagreement. از حوزه های دیگه هم شاید بشه مثال زد، ولی ما تا آخر بحث از همین حوزه چشایی مثال میزنیم. گفته شده که وجود اختلاف نظر در حوزه چشایی یه جور حمایت میکنه از نسبیگرایی در این حوزه. حالا من نسبیگرایی رو جلوتر توضیح خواهم داد. و باز گفته شده که اگر یک جا باشه که نسبیگرایی درسته، همین حوزه چشایی است. نسبیگرایی در این مورد یعنی چی؟ یعنی این که هر دوی ما میتونیم درست بگیم، با اینکه داریم چیزهای نقیض هم میگیم. هم قرمه سبزی خوشمزه است، هم قرمه سبزی خوشمزه نیست، هر دو میتونه درست باشه، منتها در نسبت با یه چیزی، نه مطلق. مثلا حالا برای اینکه کار ساده بشه، در نسبت با استانداردهای چشایی من قرمه سبزی خوشمزه است
در نسبت با اون چارچوب استانداردهای چشایی من درسته، قرمه سبزی خوشمزه نیست در نسبت با چارچوب چشایی شما درسته. بنابراین هیچ کدوم مرتکب خطا نشدیم و هر دو این عبارت ها درسته، یه همچین ادعایی شده. خب گفتن که دو تا سوال رو میتونیم اینجا از هم جدا بکنیم، این تفکیک مهمه. یکی این که آیا اختلاف نظر آری از خطا بهترین مدلی است که ما برای مدل کردن اختلاف نظر در حوزه چشایی داریم یا نه؟ برای اینکه کسی ممکنه بگه در حوزه چشایی هم همونطوری که در مورد واقعیت ها صحبت میکنیم باید صحبت بکنیم، این آری از خطا نیست. این یه سوال که آیا اختلاف نظر آری از خطا بهترین مدلی است که ما میتونیم حوزه چشایی رو باش مدل بکنیم یا نه، و دومی که اگه بپذیریم که اختلاف نظر آری از خطا بهترین مدلی است که ما در حوزه چشایی داریم، آیا این نسبی انگاری رو لازم میاره یا نه. باید ببینیم دلایل مدافعان چیه و حالا این نویسندگان چی میخوان بگن. خب این نویسندگان کار رو با اینجا شروع میکنن که اگر ما بخوایم وجوه اصلی اختلاف نظر آری از خطا رو بگیم چند تا ویژگی داره. چند تا شما الان نام بردم ولی یکی دو تا دیگه هم هست میشه اضافه کرد. اولا این که ما اینجا با یه تناقضی روبرو هستیم، یعنی این که شما میگید که الف برقرار است، من میگم الف برقرار نیست، پس تناقض روشن. دوم این که همونطور که توضیح دادم شهود ما اینه که اینجا خطایی رخ نداد، آری از خطاست، اینم مسئله دوم. سوم این که به نظر قابل حفظ میرسه موضع هر کدوم از ما، وقتی من خطایی نکرده باشم شما هم خطایی نکرده باشید، پس من میتونم موضعم رو حفظ بکنم، شما موضعتون رو میتونید حفظ بکنید. نکته چهارم که نتیجه میشه از اون قبلی ها اینه که من میتونم تایید و تصدیق بکنم که شما موضع خودتو حفظ بکنی و شما میتونی تایید و تصدیق بکنی که منم موضع خودم رو حفظ بکنم، یعنی از دید یک ناظر بیرونی هم حفظ این هیچ اشکالی نداره. و ویژگی پنجم این که اصطلاحاً گفتن اصیله، یعنی این که من نمیتونم یه چیزی معادل حرفی که شما میزنید رو وردارم و به مجموعه باورهای خودم اضافه بکنم. اگر شما میگید قرمه سبزی خوشمزه نیست و من میگم است، من دیگه نمیتونم حکم شما رو وردارم و به شبکه باور خودم اضافه بکنم، تناقض تولید میکنه برای خود من. این دوتا متناقضن، یکیشو شما باور داری یکی شما، ولی من نمیتونم حکم شما رو بردارم و اضافه بکنم به باورهای خودم، بنابراین گفتن اصیل. خب حالا گزینه ها برای توضیح این نوع اختلاف نظر آری از خطا چیه که نسبی گرایی بهترینشه؟ یه گزینه اینه که ما واقع گرا یا رئالیست باشیم، به این معنا که بگیم بالاخره یه حقیقتی وجود داره، فلحاق واقع یا قرمه سبزی خوشمزه است یا قرمه سبزی خوشمزه نیست، بنابراین اصلا آری از خطا بودن رو بذاریم کنار. چون اگر بالاخره یه جایی که حالا نمیدونیم کجا، مهم هم نیست کجا، معلوم باشه که قرمه سبزی خوشمزه است، من و شما اختلاف نظرمون برمیگرده به یک اختلاف نظر بر سر واقعیت ها، مثل همین که مثلا فلان بازیکن قدش چقدره یا در کدوم تیم قبلا بازی کرده. خب گفتن که این گزینه خوبی نیست، واقع گرایی گزینه خوبی نیست، چون که شهود ما مبنی بر این که در مورد چشایی اختلاف نظر آری از خطا داریم و میذاری کنار، چون میگه نه اینجا خطا داریم، یکی داره به هر حال خطا میکنه. یه گزینه دیگه اینه که بگیم درسته که فلحاق واقع در واقعیت امر بالاخره قرمه سبزی یا خوشمزه است یا خوشمزه نیست، ولی هیچ کدوم از ما خطا نکردیم. بین کذب و خطا تمایز
قائل باشیم. یعنی بگیم یکی از ما داره جمله کاذبی میگه ولی خطایی مرتکب نشد. خب باز اینجا مسئله اینه که خیلی راحت نیست تمایز برقرار کردن بین کذب و اشتباه یا خطا. خیلی نمیشه صورتبندی درست و قابل قبولی داد که چطور ممکنه کسی به گزاره‌های کاذب باور داشته باشه ولی اشتباه نکرده باشه، خطا نکرده باشه. یک گزینه دیگه اینه که ما کانتکستوالیست باشیم، بگیم که اصلا اون چیزی که شما بهش میگی خوشمزه در اون بافت و سیاقی که شما ازش استفاده میکنی با اون چیزی که من بهش میگم خوشمزه در اون بافت و سیاقی که من ازش استفاده میکنم، اینا دوتا معنای مختلف دارن. بنابراین اصلا ما اختلاف نظری با هم نداریم. شما داری راجع به یه چیزی صحبت میکنی، من دارم راجع به یه چیز دیگه صحبت میکنم. مشترک لفظیه این قرمه سبزی یا خوشمزه بین من و شما. خب باز اینم روشنه که گزینه خیلی قابل دفاعی نیست، به خاطر اینکه کلا مفهوم اختلاف نظر رو بی‌معنی میکنه. ما دیگه اختلاف نظری نداریم. اگه شما راجع به الف صحبت میکنی، من راجع به ب، دیگه چه اختلاف نظری داریم؟ اختلاف نظر نیازمند اینه که موضوعش مشترک و واحد باشه. پس اینم گزینه. و نهایتا گزینه چهارم این که بگیم که وقتی من میگم قرمه سبزی خوشمزه است، این جمله من اصلا صدق و کذب نداره، جزء جملات خبری نیست، بلکه بیان عواطف و احساسات منه. وقتی من میگم قرمه سبزی خوشمزه است، یعنی من دوست دارم بخورم. وقتی به شما میگی خوشمزه نیست، یعنی دوست نداری بخوری. اصلا صدق و کذب بردار نیست، از سنخ واقعیت ها نیست. باز اینجا هم گفته میشه که نه، واقعا وقتی کسی میگه که یه چیز خوشمزه است، لزوما عواطف خودش رو بیان نمیکنه. شهود خودش و شهود ما در خیلی از موارد اینه که داره یک چیزی رو راجع به اون موضوع بیان میکنه که صدق و کذب پذیر. خب اگر این استدلال ها درست باشه، یعنی گزینه های ما همین چهارتایی باشه که من توضیح دادم، یا واقع گرا باشیم یا بین کذب و خطا تمایز قائل باشیم یا بافت گرا باشیم، یعنی بگیم معانی مختلفی مد نظر داریم، یا اینکه بیان گرا باشیم، بگیم این جملات اصلا صدق و کذب نمیپذیره بلکه بیان عواطف و احساسات ماست، و اگر این چهارتا به مشکل بر بخورن، نسبی گرا میگه که پیشنهاد من بهترین گزینه است، به خاطر اینکه من میتونم بگم که هم اختلاف نظر وجود داره و این جملات صدق و کذب دارن و هم عاری از خطاست. به این شکل که صدق و کذب رو در نسبت با یه چیزی تعریف کنم، نه مطلق. مثال بزنیم، مثلا اگر من بگم که امروز هوا بارانی است و دیروزم گفته باشم امروز هوا بارانی نیست، دو تا حکم متضاد بیان کرده باشم، به نظر میرسه که من تناقضی مرتکب نشدم، چون امروزی که الان دارم بهش ارجاع میدم به یه چیزی ارجاع داره، به امروز ارجاع داره، امروزی که دیروز داشتم بهش ارجاع میدادم به یه چیز دیگه ارجاع داشته، به دیروز ارجاع داشته. درسته که ظاهر دوتا جمله یکیست، اما هر کدوم در نسبت با یه چارچوبی صدق و کذبش رو کسب میکنه. بنابراین نسبی گرا ممکنه بگه که اینجا هم همینطوره، قرمه سبزی خوشمزه از صادق است برای من در نسبت با چارچوب های من، قرمه سبزی خوشمزه نیست، صادق است برای شما در نسبت با چارچوب های شما. ما داریم راجع به یه چیز واحد صحبت میکنیم، قرمه سبزی، ولی صدق و کذب این جمله مطلق نیست، همیشه نسبیه، همیشه در نسبت با یه چیزی فهمیده میشه. خب ادعا شده تا اینجا، اصلا این ادعاها و استدلال های استاندارد است که میگه که چرا نسبی گرایی بهترین، نسبی گرایی در صدق یا اصطلاحاً نسبی گرایی سمانتیکی بهترین گزینه است برای تبیین اختلاف نظر در حوزه چشایی، که رد اون گزینه های دیگه و نشون دادن اینه که نسبی گرایی بهتر از بقیه است. خب حالا نویسندگان این مقاله
میگن یکم بیشتر تحلیل بکنیم ببینیم وقتی که شما میگید که قرمه سبزی خوشمزه نیست و من میگم هست، چه نوع قضاوتی داریم راجع به این موضوع انجام میدیم. اولین ویژگی اینه که این قضاوت من و شما قاعده بنیاد نیست. یعنی چی؟ یعنی این که ما یه رول یا یه قاعده ای نداریم که بر اساس اون استنتاج بکنیم قرمه سبزی خوشمزه است یا خوشمزه نیست. اینطوری نیست که من و شما بگیم یه قاعده واحدی رو قبول داریم، ازش استنتاج میکنیم این که قرمه سبزی خوشمزه است یا خوشمزه نیست. بنابراین قاعده بنیاد نیست، منشعب از یه قاعده ای نیست. دوم چیه؟ اینه که این قضاوت ما اصطلاحاً اویدنشیال یا شاهدی نیست. شاهدی یعنی چی؟ یعنی شما اگه شاهد بیشتری برای من ارائه کنی، من تجدید نظر تو این نمی کنم. اگه من میگم قرمه سبزی خوشمزه است، شما هزار تا شاهد دیگه بیاری، این تأثیری در قضاوت من راجع به اینا نداره. یعنی هیچ رابطه شاهدی بین اونا که اونا شاهد این بشن که من نظرم رو عوض کنم نخواهد. پس اولا از قاعده ای استخراج نمیشه، دو رابطه شاهدی یا اویدنشیال با چیزی نداره، سوم که نتیجه اون دو تاست اینه که اصلاح هم من نمیتونم بکنم. اگه من میگم قرمه سبزی خوشمزه است و چیزی شاهد برای این نیست، خب چجوری اصلاحش بکنم؟ برای من خوشمزه است، پس اصلاح ناپذیره. و چهارم این که اتمیه، یعنی این که من میتونم بگم قرمه سبزی خوشمزه است و چیزای دیگه همونطور در شبکه باور من تغییر بکنم، بگم قرمه سبزی خوشمزه است، نظرم راجع به غذاهای دیگه عوض شه، نظرم راجع به زندگی عوض شه، راجع به این، چون اونا هیچ کدوم شاهده این که نیستن. پس گویی فرض میشه که اختلاف نظرها در حوزه چشایی اسمشو گذاشتن محض یا بیر. بیر هستن، محض هستن، یعنی این که فقط خودشونن، از هیچ قاعده ای منشعب نمیشن، چیزی شاهدشون نیست، اصلاح نمیشن و اتمی هن. این فعلا گزارش استاندارده. من هنوز راجع به این که این نویسنده ها چی میگن حرف نمیزنم. گزارش استاندارد اینه که تمام قضاوت ها در حوزه چشایی قضاوت های بیر یا محض هستن، با همین چهارتا خصلتی که توضیح دادم. بنابراین اصلاح ناپذیرن، قاعده بنیاد و قاعده محور نیستن، اتمی هن و رابطه شاهدی ندارن. خب اینو فعلا بذاریم یه دسته از اختلاف نظرهایی که سنتا تصور میشه از نسبی گرایی حمایت میکنه. یه دسته دیگه از اختلاف نظرها هست که بهش میگن اختلاف نظرهای بنیادی یا مبنایی، fundamental disagreement. ادعا شده که اینا هم از نسبی گرایی حمایت میکنن، منتها اینا یه جور دیگه. بهترین مثال هایی که برای این اختلاف نظرها گفته شده، اختلاف نظرهایی است مثلا بین فردی که دین داره و فردی که اصولا به جهان بینی دینی باور نداره و مثلا به علم باور داره. مبناً اینا با هم اختلاف نظر دارن، اختلاف نظر عمیقی دارن. اون دوتا قبلیه که سر مزه قرمه سبزی اختلاف داشتن، کاملا در مبانی میتونستن مشترک باشن، فقط راجع به یه چیز مزه قرمه سبزی اختلاف نظر داشته باشن. اما کسی که طرفدار مثلا جهانبینی دینی است و کسی که طرفدار جهانبینی علمی است، اختلاف مبنایی دارن. یعنی مثلا معتقدن که اون یکی معتقد در عالم یه چیزای غیر مادی به نام خدا هست، یکی معتقد نیست. اون اولی معتقد اون موجود غیر مادی جهان رو آفریده، اون دومی معتقده که جهان نمیدونم محصول انفجار بزرگ یا مهبانگه، اون اولی معتقده که این خدا یه سری متون مقدسی برای هدایت ما فرستاده، اون دومی معتقد اینطور نیست، اون اولی معتقد در یه مواردی برای اینکه شما ببینید یه چیزی صادق یا کاذبه باید به اون متون مقدس مراجعه بکنید. اون دومی معتقده که نه، به متون مقدس لازم نیست مراجعه بکنید، به تجربه باید مراجعه بکنید و امثال.
اختلاف نظر مبنایی پس تفاوتش با اون اختلاف نظر چشایی اینه که افراد بجز اینکه در یه سری احکام خاص با هم اختلاف نظر دارن، در یه سری اصول، مبانی، ارزش‌ها، چارچوب‌های شناختی با هم اختلاف دارن. مثلا یکی از مثال‌هایی که زده شده و مثال تاریخی است اینه که وقتی گالیله رو بردن در دادگاه و اون بلارمین که اسقفی بود و داشت محاکمه میکرد به اصطلاح گالیله رو، اینا یک اختلاف نظر مبنایی داشتن، به خاطر اینکه بلارمین معتقد بود که یک دسته احکامی وجود دارن که تنها مرجعی که میتونه راجب اونها، راجب درستی و نادرستی اونها به ما حکم بکنه کتاب مقدس، و گالیله ظاهراً همچین اصلی رو قبول نداشت. حالا ظاهراً، یکم جلوتر راجع به این بیشتر توضیح خواهم داد. گالیله معتقد بود که نه، همچین احکامی وجود، همچین اصلی نداریم که دسته ای از احکام راجع به جهان وجود داره که تنها مرجعی که میتونه صدق و کذب شما معلوم بکنه کتاب مقدسه. مثلا احکامی مثل اینکه زمین به گرد خورشید میچرخه یا خورشید به گرد زمین میچرخه. این مثلا نمونه ای از این اختلاف نظر مبنایی است. یا اختلاف نظر بین تئیست و آتئیست. خب ویژگی این اختلاف نظر مبنایی چیه؟ اینی که شما یک جایی بیرون از این دوتا چارچوب نمیتونید بایستید و اون دوتا رو مقایسه کنید یا قضاوت بکنید. باید داخل یکی از این چارچوب‌ها خودتون بایستید. همیشه قضاوت شما از درون یکی از اینا انجام میشه. یعنی شما مثلا میخواین قضاوت بکنید بین کسی که میگه که حجیت متن مقدس رو باید در مورد جهان طبیعی قبول کرد، و کسی که میگه که نه، حجیت متن مقدس رو نباید راجع به جهان طبیعی قبول کرد، باید به تجربه رجوع کرد. یا شما با این اصل موافقید یا موافق نیستید. اگه موافقید، داخل کمپ اون آدمی هستید که از جنبه دینی داره صحبت میکنه. اگه مخالفی، داخل کمپ اون آدمی هستی که از دید علمی داره صحبت میکنه. با چیزی بیرون، یعنی شاهدی نمیتونید بیرون از این دوتا چارچوب بیارید که این دوتا رو قضاوت کنید. اگه شاهد تجربی میخواییم بیارین، اون طرفی که از کتاب مقدس استدلال میکنه میگه که این که اصلا شاهد مربوطی به حساب نمیاد. درسته؟ اگه شاهد دینی میخواییم بیارین، اونی که داره در چارچوب علمی صحبت میکنه به شما میگه این شاهد مربوطی به حساب نمیاد. خب معیار مشترکی ندارید که شما اونجا بیستید و بگید من این دوتا رو قضاوت میکنم. به همین معنا اصولی یا مبنایی گفته میشه. و این اختلاف نظرها معمولا اختلاف نظرهای عمیقیه، یعنی مربوط به ریشه ها و مبانیه، و گفته میشه که اینا غیر قابل حلن معمولا. به همین دلیلی که شما از یه جای بیرونی نمیتونید بایستید و قضاوت سوم شخص بکنید. خب اون وجوهی رو که در مورد اختلاف نظر عاری از خطا بررسی کردیم، یه بار دیگه اینجا بررسی بکنیم. تقریبا میشه گفت عکس همه اونهاست. اونجا گفتیم وقتی اختلاف نظر عاری از خطا داریم، اینا قاعده بنیاد نیستن، یعنی از اصولی منتج نمیشن، خودشه فقط. قرمه سبزی خوشمزه از خودش، از چیزی استنتاج نمیشه، در حالی که اینجا از قواعدی استنتاج میشن. مثلا یه قاعده، اونی که طرفدار دینه، یه قاعده کلی داره که در موارد مربوط به جهان طبیعی باید حقیقت رو از کتاب مقدس گرفت، یه قاعده داره از اون استنتاج میکنه. اونی که طرفدار جهانبینی علمی مثلا گالیله، یه قاعده کلی تر داره که آنچه که مربوط به شناخت جهان طبیعی است باید توسط تجربه تکلیفش روشن بشه، و با استنتاج از این قاعده میگه که پس حرفی که من دارم راجع به جهان میزنم درست. پس اینا مستخرج از قواعدن، رول گاورنن اصطلاحا، توسط قواعد هدایت میشه. دومی این که شاهدی هستند.
هر کدوم از این افراد داخل چارچوب خودش میتونه شواهدی فراهم بکنه. گالیله بگه که ببین آقا حرف منو اگه قبول بکنی، اگه تلسکوپ رو به رسمیت بشناسی، اگر تجربه و آزمایش رو به رسمیت بشناسی، من میتونم برات خسوف و کسوف بعدی رو پیش بینی کنم. پس این درستم اگه در اومد، این شاهدیه برای اینکه حرف من درست. این داخل چارچوب خودش. اون بلارمین میتونه بگه که آقا ببین، نه تنها این آیه کتاب مقدس این حرف منو تایید میکنه، اون یکی آیه کتاب مقدس هم حرف منو تایید میکنه. نه تنها این حدیث حرف منو تایید میکنه، اون سیره، حالا اینو تو چارچوب اسلامی دارم، اون سیره هم حرف منو تایید میکنه. پس شواهد بیشتری میتونم بیارم. باز برخلاف اون که اصلاح ناپذیره، این میتونه اصلاح پذیر باشه. مثلا گالیله ممکنه باز در چارچوب خودش بفهمه که نظریه‌ای که داده نادرسته، بره به سمت تجدید نظر. یا بلارمین فرض بکنید یه نسخه های جدیدی از کتاب مقدس پیدا بکنه، باز در چارچوب خودش تجدید نظر بکنه در احکامی که داره. و نهایتا این که اگر اون اتمی بود، اینا به شدت کلگرایانند، اختلاف نظرهای مبنایی، یعنی به خاطر اینکه شما با دو تا چهارچوب سر و کار دارید و این چهارچوب ها در هم تنیدن، یعنی اصول متافیزیکی توش هست، ارزش ها توش هست، اصول معرفت شناختی توش هست، اینکه چه چیزی شاهد به حساب میاد چه چیزی به حساب نمیاد توش هست، یک شبکه در هم تنیده است. پس خیلی جالبه، کاملا از این جنبه چهار تا ویژگی، همش برخلاف اون اختلاف نظرهای محض یا بیر هستن، ولی اینجا هم گفته میشه که نسبی گرایی بهترین گزینه است. چرا نسبی گرایی بهترین گزینه است؟ تقریبا این استدلالش مثل همون استدلال قبل. اگه شما واقع گرا باشید، یعنی گزینه های دیگر رو بررسی میکنیم، میگن اینا خوب نیست، به درد نمیخوره، تنها چیزی که میمونه نسبی گرایی. اگه شما واقع گرا باشید، یعنی بگیم فقط یه سیستم معرفتی درسته، یا علم درست میگه یا دین درست میگه، اون وقت بر سر مواردی که اصلا معلوم نیست چه چیزی شاهد باید به حساب بیاد و چه چیزی شاهد به حساب نیاد، درک خوبی ندارید. مثال بزنم، مثلا اگر شما بگید که یک حقیقت وجود داره و اون حقیقت اینه که جهانبینی علمی درسته، جهانبینی علمی درسته یعنی اینکه آنچه که شواهد تجربی به من میگن مربوط و مرتبط به این بحث به حساب میاد، در حالی که اون طرف مقابل میگه اصولا اینا شواهد مرتبطی نیستن، نقطه مشترکی با شما نداره که شما بگید که واقعیت تعیین کننده است. به عبارت دیگه، اگه من واقع گرا باشم، فرض دارم میگیرم یه نقطه سومی هست که میتونم اونجا بایستم و از اونجا واقعیت رو تشخیص بدم که جهانبینی علمی درسته یا جهانبینی دینی، در حالی که درک ما اینه که همچین نقطه سومی نیست، یا شما باید داخل این چارچوب بایستید یا داخل اون چارچوب، جایی برای بیرون ایستادن وجود نداره. اگه بگید که همون گزینه‌هایی که اونجا داشتین اینجا هم داریم، مثلا بگین یه جور بافت‌گرایی رو من دفاع می‌کنم، اون چیزی که چه می‌دونم گالیله بهش میگه شاهد، با اون چیزی که بلارمین بهش میگه شاهد، اینا فقط به اصطلاح ظاهرشون یکیه، اشتراک لفظی دارن، در حالی که دو معنای مختلف دارن. در اون صورت اصلا اختلاف نظر ذوب میشه دیگه، پس اختلاف نظری وجود نخواهد داشت. یا اینکه اصلا اگه کلا شکاک باشید، بگید که اصلا من نمیتونم بدونم که جهانبینی علمی درسته یا جهانبینی دینی، چون اصولا چیزی رو نمیتونم بدونم، شکاکیت تمام عیار، باز میگن راه حل خوبی نیست، چون شما به قول فارسی میگی اومدی ابروشو درست کنی چشمشو کور کردی، به خاطر اینکه اومد کل معرفت داشتن رو داری زیر سوال میبری. خب اینم باز استدلال استاندارده که بهترین گزینه‌ای که ما در مقابل اختلاف نظر مبنایی داریم نسبی گرایی است. نسبی گرایی چه پیشنهادی میکنه؟ میگه آقا حرف گالیله برای خودش درسته تو چارچوب خودش، حرف بلارمین برای خودش درسته. یعنی چی برای خودش؟ یعنی تو چارچوب خودش. صدق مطلق نیست، نسبیه.
همیشه شما باید بگید صدق در نسبت با چه چارچوبی. اگه چارچوب جهانبینی علمی و تجربه گرایی رو بپذیرید، حرف گالیله درسته. اگر چارچوب کتاب مقدس رو بپذیرید، حرف بلارمین درست. هر دو هم درست ممکنه بگن. خب و مشابه اون حالت قبلی یه تزی دوباره مطرح شد که تمام اختلاف نظرها در حوزه علم و دین یا بین جهانبینی های مختلف اختلاف نظر مبنایی است، به این معنایی که توضیح دادیم، با اون چهار تا ویژگی که توضیح دادیم، یعنی از قواعدی ناشی میشن، شواهد برشون اثر داره، اصلاح پذیرن و کلگرایان. تا اینجا صورتبندی استاندارد کسانی است که میگن ما دو نوع اختلاف نظر داریم که هر دو منجر به این میشن که ما نسبی گرایی رو قبول کنیم، یکی نسبی گرایی در صدق و یکی نسبی گرایی در معرفت. این دومی نسبی گرایی در معرفته، یعنی این که آنچه که گالیله میداند در چارچوب خودش درست است، آنچه که بلارمین میداند در چارچوب خودش درست. خب حالا نویسندگان این مقاله که من دارم بحث میکنم میگن که این تصویر خیلی خیلی کاریکاتوری است از اختلاف نظر. اختلاف نظرهای واقعی در جهان واقع، چه در حوزه چشایی چه در حوزه دعوای علم و دین، هیچ کدوم اینطوری نیست. اگه ما بیایم یه نمونه واقعی اختلاف نظر رو بررسی بکنیم، میبینیم که هیچ کدوم از این دوتا تلقی در موردش درست نیست. قبل از اینکه یه نمونه واقعی رو بررسی بکنیم، نکته اصلی نویسندگان اینه که وقتی شما در جهان واقع اختلاف نظری با کسی دارید، این اختلاف نظر یک فعالیته، یه فراینده، دعوت به یه جور بحث و مذاکره و مصالحه هست. یه حالت نیست که شما بگی من اینو دارم، طرف مقابلم بگه من اونو دارم و تموم بشه. مثلا اگر که من بگم از قرمه سبزی خوشم میاد و شما بگی بدم میاد، آیا این به این در گفتار روزمره، آیا این به این معناست که تموم میشه دیگه، ما میگیم خیلی خب تو خوشت میاد من بدم میاد، تموم شد بریم سراغ موضوع بعدی؟ یا معمولا این یک دعوتی است برای بحث بیشتر. من از شما میپرسم چطور بدت میاد؟ این که مثلا تو که کوکو سبزی میخوری، تو که اونو دوست داری، چطور از این بدت میاد؟ چطور ممکنه بگی این از این بدم میاد در حالی که این به ذائقه ما ایرانیا میخوره؟ و شما در جواب بگی که چطور تو ممکنه همچین غذایی رو دوست داشته باشی که توش وقتی که مثلا وارد دهانت میشه رشته های سبزی تو دهنت باشه؟ وارد بحث و گفتگو با هم میشیم. اینطوری نیستش که به قول انگلیسی ها end of the story، تموم شد، شما میگی من از این خوشم میاد، من میگم از اون خوشم میاد، تموم شد بریم سراغ موضوع بعد. یه حالت نیست، یه فراینده. در مورد اون اختلاف نظرهای مبنایی که به شدت اینطوره، مثلا شما فرض کنید ما الان انشالله اختلاف نظر مبنایی داریم با طالبان، حالا اگه داشته باشیم، بعد اگه ما مثلا با طالبان اختلاف نظر مبنایی داریم، آیا به این معناست که طالبان میگه که نه آقا زنا اگه از خونه بیان بیرون این مخالف شریعت فلان، ما بگیم نه خیر آقا این حقوقه، بعدش هم بگیم تموم شد خداحافظ؟ هیچ وقت اینطوری تموم نمیشه. من تلاش میکنم توجیه بکنم اون رو، اون تلاش میکنه توجیه بکنه، من سعی میکنم از چارچوب اون برای خودش یه مثالای نقض بیارم، به یه اصول کلیتری متوسل بشم، او همین تلاش رو میکنه. یعنی اختلاف نظر مبنایی دعوتی است برای بحث بیشتر. هر دوی اینها جهت فلششون به سمت حل اختلاف نظره، گرچه ممکنه همیشه هم حاصل نشه، ولی تلاشه، یه جور فرایند. اگه اینو تو پرانتز بخوام بگم، اون چارچوبی که
تحلیل سنتی از اختلاف نظر عاری از خطا و مبنایی به ما میگه انگار اینه که دو نفر که اختلاف نظر دارن در دو تا جهان مختلف زندگی میکنن، حرفاش برا همدیگه غیر قابل فهمه، غیر قابل مقایسه و غیر قابل سنجشه، همون اصطلاحی که تاماس کون به کار میبرد، قیاس ناپذیر حرفاشون، نمیتونه همدیگه رو بفهمن، بنابراین انگار در جهانهای مختلفی زندگی میکنن. در حالی که این نویسندگان میگن اگر شما نگاه بکنید به مثالهای واقعی اتفاقا اینطوری نیست، ما اختلاف نظر چه در آری از خطا چه در اختلاف نظر مبنایی همیشه همراه با گفتگو، همیشه همراه برای حلش. حالا ببینیم چه مدلی میتونیم بدیم که این رو به رسمیت بشناسه و بعد ببینیم آیا نسبی گرایی همچنان مدل خوبی برای این کار هست یا این کار نیست. خب یک اختلاف نظر واقعی رو نویسندگان بررسی میکنن به شکل تاریخی که من خیلی نمیتونم وارد جزئیاتش بشم، فقط کلیش رو میگم، ولی این مشابه این رو خیلی مثالهای بیشتری میشه برش زد. یکی از کتابهای خیلی معروفی که نوشته شده در حوزه رویکردهای اجتماعی به علم کتابیست به اسم لویاتان و پمپ خلع یا پمپ هوا. کتاب رو دوتا مورخ علم و دوتا جامعه شناس معرفت علمی به اسم شیپین و شفر نوشتن. کتاب تاریخ نگاری دعوایی است که بین بویل و هابز بر سر پمپ خلع شکل گرفته در قرن 17. ماجرا اینه که یک دستگاهی ساخته شده که یک محفظه شیشه‌ای داره و با یه مکانیزم نسبتاً ساده‌ای میتونه هوایی رو که داخل این محفظه شیشه‌ای هست بکشه بیرون، یعنی خلع توی اون محفظه شیشه‌ای ایجاد بکنه. یک اختلاف نظر عمیقی وجود داره بین بویل که این دستگاه رو ساخته و اداره میکنه یا به اصطلاح به نمایش میذاره در انجمن سلطنتی لندن و هابز بر سر اینکه آیا وقتی ما هوا رو از این میکشیم بیرون، از این محفظه شیشه‌ای میکشیم بیرون، داخل اون خلع ایجاد میشه یا خلع ایجاد نمیشه. این دو نفر به دلیل مبانی بسیار مختلفی که دارن اختلاف نظر دارن. بویل فکر میکنه وقتی هوا رو میکشیم از این محفظه بیرون دیگه اونجا هیچی نیست، خلعه، و هابز فکر میکنه وقتی هوا رو میکشیم بیرون اونجا هنوز پره، ملعه، یه چیزی توشه، مثل اتر. شما هوا رو کشیدیم بیرون. خب چرا اختلاف نظر وجود داره؟ این خیلی خیلی عمیقه این داستان. یعنی هابز عمدتاً به دلیل انگیزه های سیاسی فکر میکنه که اگر ما بگیم یه جایی تو طبیعت هست که ماده توش نیست، این راه رو باز میکنه واسه این که بگیم یه چیزای غیر مادی مثل روح وجود داره، و این دست بالا دادن به کلیساست در مقابل دولت، که کلیسا ادعا بکنه من حاکم اون بخش غیرمادی عالمم. بویل از اون طرف فکر میکنه که اگر ما نمیتونیم به یه سوالی به شکل آزمایشی یا به شکل مکانیکی جواب بدیم، دلیلی نداره فرض بکنیم اونجا چیزی وجود داره به اسم خلا، به اسم اتر ببخشید. خب دقت میکنه این اختلاف نظر خیلی خیلی عمیقه، یعنی برمیگرده به پیشفرض‌های متافیزیکی، ارزشی، سیاسی دو تا فیلسوف. هابز میگه اصلا با آزمایش نمیشه چیزی رو ثابت کرد. شما اگه بخوای چیزی رو ثابت بکنی، باید همون کاری رو بکنی که تو هندسه میکنن. یه اصول موضوع داشته باشی، بری از اونا استنتاج کنی. بویل میگه که نه، با آزمایش میشه امور رو ثابت کرد.
خیلی خیلی اگه نگیم عمیق‌تر از اختلاف نظر بین گالیله و بلارمینه، هیچ از اون دست کم نداره. خب حالا من واقعا جزئیات این کیس استادی رو نمیتونم بگم، چون اون یک کتاب خیلی مفصلی است و واقعا هم خوندنی است، ولی در همین حدی که الان توضیح دادم. نویسندگان میگن وقتی ما این اختلاف نظر رو میبینیم، اولا اون حکم کلی و اصلی، اینا در گفتگو رو هم دیگه نبستن. بویل و هابز با اینکه این اختلاف نظر عمیق دارن، ولی سعی میکنن که با همدیگه وارد گفتگو بشن و ببینن آیا میتونن همدیگه رو قانع بکنن یا نه. دوم اینکه اینا اینطوری نیست وضعیت که یه اصلی وجود داشته باشه، یکی از اونا بگه من این اصل رو قبول دارم، یکی از اونا بگه من این اصل رو قبول ندارم. اون کاریکاتوری که بین گالیله و بلارمین ترسیم کردم که گفتم جلوتر توضیح میدن، نویسندگان میگن این کاریکاتوره. اتفاقا گالیله میگفت یه چیزایی هست که فقط کتاب مقدس راجبش میتونه حرف بزنه، اما اختلافش با اون بلارمین تفسیری بود که از این اصل داشتن. گالیله میگفت اون چیزایی که فقط کتاب مقدس میتونه راجبش حرف بزنه، اون چیزایی که ما نمیتونیم هیچ وقت ثابت کنیم. اگه چیزی تو جهان بود که ما قدرت اثباتشو نداشتیم، این شامل اون اصل میشه. اتفاقا گالیله هم اینو اصلو قبول داشت که یه چیزایی هست که فقط کتاب مقدس میتونه صحبت بکنه راجعش، اما تفسیرشون راجع به این اصل فرق داشت. بنابراین اینطوری نیستش که یه قاعده وجود داشته باشه یکی قبول کنه یکی قبول نکنه، مسئله تفسیره. تو این مثال بویل و هابز هم هر دو اتفاقا به فلسفه مکانیکی باور دارن، اما تفسیرشون از این فرق میکنه. یه مثال بزنم جالبه به همین اوضاع و احوال جاری اجتماعی ما مربوطه. مسئله سر حجاب که الان در گرفته و اینکه آیا حکومت وظیفه ای داره در اینکه حجاب رو اجباری بکنه یا نکنه، اختلاف نظری وجود داره بر سر تفسیرهایی که از آیات مختلف قرآن میشه. دقیقا همین نکته که اینجا گفتم وجود داره. حداقل کسانی که در طیف و کمپ آدمایی هستن که از دید تفکر اسلامی معتقدن که حکومت همچین وظیفه‌ای نداره، تفسیری که از اون آیات مربوط به حجاب میکنن با تفسیری که افرادی که معتقدن این وظیفه حکومته فرق میکنه، ولی تفاوتی در این که هر دوی ما معتقدیم این یه متن مقدسه و حرفش حجیت داره وجود نداره. یا در اولویت بندی اختلاف نظر وجود داره. ممکنه یکی کسی از همین کمپ بگه که آقا بعد حجابم یه مسئله شرعیه، ولی اولویتش طبق این حدیث و این حدیث و این سیره خیلی بعد از عدالت اجتماعی و فلان و بهمان، در حالی که یکی دیگه بگه نخیر اولویتش بالاتر. پس مسئله اینه که اختلاف بر سر اصول نیست، اختلاف بر سر تفاسیر مختلفی است که از این اصول میشه. خب حالا این نویسندگان یه اصطلاحی رو معرفی میکنن، میگن ما وقتی نگاه میکنیم به این اختلاف نظرهای واقعی در تاریخ به یه چیزی میرسیم که با اون دوتا قبلی فرق کنه، اسمشو میذارن قضاوت موقعیتمند، situated judgment. میگه وقتی که مثال‌های واقعی رو نگاه می‌کنیم، اینا نه مثل اون کاریکاتوری است که در مورد اختلاف نظر در حوزه چشایی ترسیم شده، نه مثل اون کاریکاتوری است که از اختلاف نظر مبنایی ترسیم شده، بلکه اینجوریه. طرفین اختلاف نظر در یک موقعیت خاص که یک موقعیت ویژه است، یعنی صحبت کلی نیست. مثلا در این موقعیت خاص مسئله حجاب در جامعه ایران در سال 1401 وقتی تحریم ها وجود داره، وقتی نمیدونم قیمت ها بالا رفته، وقتی برجام چنین و چنان، کاملا سیچویتد موقعیت مند. طرفینی که اختلاف نظر دارن یک
قضاوت موقعیتمند میکنن، با توجه به اون قضاوت موقعیتمندی که کردن تفسیر خودشونو میسازن. دقت بکنید چه فرقی با اون قبلیا داره. اون قبلیا انگار میگه که اختلاف نظر اینه که یه کسی یه اصل رو قبول داره، یه کسی یه اصل رو قبول نداره، حالا با هم اختلاف نظر داره. اینجا این حرف رو نمیزنه، داره از آدمایی صحبت میکنه که اختلاف نظر دارن ولی خیلی به هم دیگه نزدیکترن. ولی شهود شما اینه که در این موقعیت خاص، در این زمان و این مکان و این شرایط خاص، این اولویت حکومت نیست. شهود من اینه که هست. خب با تمام این شب اون موقع که من قضاوت کردم هست و شما قضاوت کردین نیست، میریم تفسیر خودمون از اون اصول مورد توافقمون یه جوری بازسازی میکنیم یا یه روی وجوهی دست میذاریم که ازش این نتیجه در بیاد. یعنی انگار من اول در موقعیت تصمیم میگیرم، بعد براش توجیه میسازم، نه اینکه اول از اصول شروع بکنم و بعد براش برای مصادیق تعیین تکلیف بکنم. قضاوت موقعیتمند بر اصول مقدمه. خب حالا بیایم اون 4 ویژگی که اونجا دیدیم 2 بررسی بکنیم راجع به این نوع سوم قضاوت. اولیش قضاوت اسمش محض بود، دومیش قضاوت مبنایی بود، این سومی قضاوت موقعیت مند. خب اولا قاعده بنیاد نیست، به خاطر اینکه هر دو اینا در مثالهایی که زدم یه قواعد واحدی رو قبول دارن. مسئله سر تفسیره، مسئله اینه که ما چی تو ظرف اون قواعد بریزیم و چی از اون قواعد بفهمیم. پس مسئله قاعده بنیاد نیست، یعنی ما با اصل شروع نمی کنیم، با پارتیکولار شروع می کنیم، با مورد خاص شروع می کنیم. بر قواعد کاملا ممکنه مشترک باشیم که میگه مثالها اینطور هست. از نوع شاهدی هست، یعنی من شواهدی میتونم برای تفسیر خودم بیارم، شما میتونی شواهدی برای تفسیر خودت بیاری. اصلاح پذیر هم هست، من میتونم چون شاهد میارم میتونم تجدید نظر بکنم. و به شدت کلگرایان است، چون همونطوری که توی مثال ها گفتم مربوط میشه به فرض های متافیزیکی شما، ارزشی شما، جهان شناختی و جهان بینی شما و امثال. پس قضاوت موقعیتمند فقط یه فرق داره با اون قضاوت اختلاف نظر مبنایی و اون قاعده بنیاد بودن و نبودن. این از جزء شروع میکنه، اون از کل شروع میکنه. این میگه ما اول قضاوتمونو میکنیم، بعد میریم تفسیر متناسب با اونو میسازیم. اون میگه نه، ما بر اساس اصول شروع میکنیم. این تفاوت در خیلی حوزه های دیگه هم دیده میشه. حالا اینو تو پرانتز بگم، در حوزه اخلاق هم ما 2 رویکرد داریم، رویکردهای عامگرا و رویکردهای خاصگرا. رویکردهای عامگرا اینن که میگن وقتی ما قضاوت اخلاقی میکنیم، میگن خیلی مردا اینجوری استدلال میکنن، برای همین میگن این مرد محور. اینکه فقط بر مبنای قواعد استدلال میکنن، مثلا ما یه قاعده کلی داریم که دزدی بده، این آقا دزدی کرده پس کارش به لحاظ اخلاقی بده. از اون طرف ما یه نظام های اخلاقی داریم که اینا پارتیکولاریستن، میگن خانوما بیشتر اینطوری استدلال میکنن، آقا اینی که دزدی کرده تو چه شرایطی دزدی کرده، چی دزدی کرده، برای چی دزدی کرده، به کی ضررش رسیده. ما یه اصل کلی نداریم که دزدی همیشه همه جا تحت هر شرایطی توسط هر کسی بده، باید به اون اقتضاء خاص نگاه کرد. حالا که تو اون اقتضاء خاص تصمیم گرفتی این آدم است، بیچاره است، این سوابق رشد تربیتیشه، این محیط زندگیشه، این دزدیش خیلی درست نیست، اون وقت میری اون قاعدت و تفسیرش رو یه جوری میکنی که با این شهودت و در مورد این مورد خاص به خطا به تناقض نرسه. پس این قضاوت موقعیت من پارتیکولاریسته، به این معنا که شما اول قضاوت تو مورد میکنی، بعد میری سراغ تفاسیرش.
البته فرقش اینه که فرقش با اون قضاوت‌های محض که گفتیم اونا میگن اصلا قاعده نداره و امثال هم اینه که امکان اصلاح پذیری رو به ما میده. اونا اگه یادتون باشه اصلاح پذیر نبود. اگه من میگم قرمه سبزی خوشمزه است، دیگه هیچ شاهدی نمیتونه نظر من رو عوض بکنه، در حالی که اینجا میتونه نظرم عوض بشه. خب پس فعلا تا اینجای بحث اینی که این نویسندگان که اینو تو پرانتز بگم بعد خلاصه کنم، این حرفشون خیلی با اون تحقیقاتی که به شکل تجربی در حوزه شناخت انجام شده میخونه، که آدما اول قضاوت میکنن، بعد براش توجیه میسازن، بعد براش تفسیر میسازن، اول یه شم اولیه‌ای دارن که آقا این کار بده، بعد حالا میرن دنبال اصول و قواعد. اصطلاحاً یعنی اول تند تصمیم میگیرن، بعد کند براش قاعده میسازن. این دو نوع تفکر تند و کند. خب اگه خلاصه بخوایم بکنیم، گفتن آقا ما سه جور قضاوت داریم. یه قضاوت محض داریم که اصلا از قاعده ها در نمیاد، اصلا اصلاح نمیشه. یه قضاوت مبنایی داریم که از قاعده در میاد، اصلاح میشه و به اصطلاح کلگرایانه است. و یه قضاوت موقعیتمند داریم که قاعده بنیاد نیست ولی اصلاح پذیر هست. و نویسنده ها معتقدن اگه به مثال های واقعی اختلاف نظر تو تاریخ نگاه کنیم، اینا از این نوع سوم. خب حالا دوتا سوال مطرح میشه. آیا این نسبیگرایی رو لازم داره؟ یعنی آیا ما باید نسبیگرا باشیم؟ و اگر بله، چه نوع نسبیگرایی؟ این نسبیگرایی چه فرقی با اون دوتا نسبیگرایی قبلی داره؟ نویسندگان معتقدن ما اگه قضاوت موقعیتمند رو قبول بکنیم، همچنان بهترین گزینه‌ای که میتونه اینو توضیح بده نسبیگرایی. به این معنا که قضاوت موقعیتمند شما در نسبت با خودت درسته، در نسبت با چارچوب فکری خودت، هر چیزی حالا اون چارچوب رو در نظر بگیر، درسته. و قضاوت موقعیتمند طرف مقابلت در برای خودمون. اما فرقش با اون دو نوع نسبیگرای قبلی اینه که امکان بحث عقلانی رو باز میذاره. چون گفتیم که اصلا اینا با این نکته شروع کردن که اختلاف نظر یه فعالیته نه یه حالت، یعنی شروع بکنیم به بحث کردن. امکان این که من از چارچوب خودم به چارچوب شما نفوذ بکنم و بتونم شما رو قانع بکنم وجود داره، یعنی رشنال دیسگریمنت میتونیم داشته باشیم، اختلاف نظر عقلانی میتونیم داشته باشیم، میتونیم سعی بکنیم همدیگر رو قانع بکنیم. اما فرقش با یه رئالیست چیه؟ اما فرقش با یه مطلق گرا چیه؟ این نکته خیلی مهمی است و اینجاست که دقیقاً اون جنبه نسبی گرایانه خودشو نشون میده. این که توافقی که بین من و شما شکل میگیره، این که توافقی که بین گالیله و بلارمین شکل میگیره، این که توافقی که بین بویل و هابز شکل میگیره، کجا شکل بگیره، یعنی کدوم فائق بشن در نهایت و دیگری حذف بشه از بحث یا در طول تاریخ، کاملا یه امر امکانیه. اصطلاحا یه امر کانتینجنت. یعنی چی امکانیه؟ یعنی اینطوری نیستش که ضرورت داشته باشه حتما یه دونه از این دوتا دیدگاه صادقه به شکل مطلق و حتما ضرورت داره که این اختلاف نظر به سمت اون چیزی که صادقه همگرا بشه. میتونه به سمت این همگرا بشه، میتونه به سمت اون همگرا بشه، یه امر امکانی و ممکنه. یعنی خود نویسندگان اون کتاب پمپ خلأ هم میگن ما امروزه هممون نوادگان بویلیم، هممون هر کسی کار علمی میکنه در جهانبینی تجربی زندگی میکنه. اما آیا این به این معنیه که هابز اصلا حرف به کل مزخرفی میزد، هیچ منطقی نداشت و امکان نداشت در این دعوای بویل و هابز پیروز بشه؟ نه، این یه امر امکانی بود، ممکن بود شرایط پیچیده فکری، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، پولی به نحوی باشه که حرف
هابز به کرسی بشینه و ما امروزه در جهان هابزی زندگی کنیم و فکر بکنیم طبیعت رو اگه بخوایم بشناسیم با تجربه نمیشه شناخت، از طریق وضع دستگاه‌های اصل موضوعی باید شناخت. یعنی نسبیگرایانه بودن این پیشنهاد قضاوت موقعیت من اینه که من و شما بحث عقلانی میکنیم، اما اینکه این بحث عقلانی به یه نقطه از پیش معلوم ضروری باید برسه، اون چیزی که رئالیست ممکنه بگه، یعنی بگه که یک حقیقتی وجود داره که ما هی بهش نزدیک و نزدیکتر میشیم، همچین تصوری درست نیست. اون نقطه تعادل، یعنی اونجایی که در با گذشت زمان همه همگرا شدن بهش، اون یه امر امکانیه، میتونسته در نقاط دیگری شکل بگیره، یه امر کانتینجنته، به این معنا نسبیگرایست، یعنی میتونه چنین باشه، میتونه چنان باشه، هیچ ضرورتی از قبل توش مندرج نیست. یه نکته بگم و دیگه صحبتمو تموم کنم، 2 دقیقه وقت دارم. حالا نویسنده ها میخوام بگن که اگه ما برگردیم به اختلاف نظرها در حوزه چشایی یا اختلاف نظرهای مبنایی، میبینیم که اتفاقا اونا هم همه از نوع این موقعیت مندن. مثال بزنم، یه آدمایی هستن که شغلشون اینه که میرن مثلا شراب تست میکنن یا غذا تست میکنن و میگن که خوبه یا بده. بسیارم تخصص گران قیمت و آدمایی هستن که باید توانایی چشایی خیلی بالایی داشته باشن. یا قهوه رو بو میکنن و میگن این قهوه مرغوبی هست یا نیست. خب آیا وقتی یه همچین متخصصی میاد میگه این قهوه مرغوبه یا این شراب مرغوبه یا این غذا این رستوران مرغوبه، یعنی تستر پروفشنال و حرفه‌ایه، حرفی که میزنه فقط یه قضاوت محضه؟ یعنی که من خوشم اومد تموم شد، شما بخورید یا بچشید و بعدتون بیاد تموم شد؟ خب معلومه که اینطوری نیست، یه تاریخ طولانی از مذاکره و مصالحه پشت این وجود داره. این آدم موفق بوده در این که چیزهایی رو که خوب میدونه بقیه مردم هم خوب تشخیص بدن. فقط یه قضاوت محض کاملا شخصی نیست. درسته که بلا چرا هر کسی نمیتونه تستر باشه؟ خب ما هم هر کدوم میتونیم بریم قضاوت محض خودمون رو بگیم که خوشم اومد یا بدم اومد. چرا قضاوت یک کسی ارزش بیشتری داره؟ به دلیل اینکه یه فرایند طولانی مذاکره و مصالحه ای انجام گرفته، همگرا شده که آقا ذائقه این آدم استاندارده. این یعنی اینکه بحثی در گرفته و همگرا شده. آدمای دیگه‌ای بودن که ذائقه های متفاوتی داشتن و استاندارد تشخیص داده نشدن. یا در مورد اختلاف نظرهای مبنایی که خب توضیح دادم، مثالهای تاریخی نشون میده که به سمت همگرایی حرکت میکنی، ولو اینکه در بازه‌های زمانی خیلی طولانی. یعنی اصلاح پذیری رو در هر مورد داریم. خلاصه اگر بخوام بکنم، این پیشنهاد که به نظر من پیشنهاد هوشمندانه و قابل دفاعیه، اینه که اگر ما اختلاف نظر رو چنان ترسیم بکنیم که آدمایی که اختلاف نظر دارن در جزیره های دور افتاده از همی زندگی میکنن که هیچ گونه دسترسی به هم ندارن، در جهان های مختلفی زندگی میکنن، این کاریکاتوره. تاریخ نمونه های واقعیش اینطوری نیست، حتی در حوزه چشایی، حتی در حوزه اختلاف علم و دین، این کاریکاتور. واقعی تر اگه بخوایم بررسی بکنیم، ما قضاوت های موقعیتمند میکنیم همیشه، یعنی با مجموع شرایط یه تصمیمی میگیریم و بعد سعی میکنیم تفسیر و توجیه متناسب با اونو بسازیم. پس قاعده بنیاد نیست اما اصلاح پذیر هست. اما همچنان یه پیشنهاد نسبی انگاران است. چرا نسبی انگاران است؟ به این معنا که اون نقطه تعادل یه نقطه از پیش معلوم دارای ضرورت و یه ست تروس با یه تی بزرگ که ما به سمت اون داریم حرکت میکنیم اینطوری نیست. اون نقطه تعادل یه نقطه متحرکی است، کاملا بستگی به شرایط داره. ممکنه که تعادل قوا امروز به این نتیجه برسه که جامعه ما بپذیره که
حجاب جزء وظایف حکومت هست، ممکنه تعادل قوا به این برسه که نیست، ممکنه تعادل قوا به این برسه که بویل درست میگه، ممکنه تعادل قوا به این برسه که هابز درست میگه. صدق مطلق بیرون از چارچوبی وجود نداره که ما به سمت اون نزدیک بشیم، اما امکان مذاکره و مصالحه و همگرایی وجود داره. به این معنا پیشنهاد نسبی انگارانه است. خب من میتونم دیگه صحبتم همجا تمام بکنم، دیگه نکات اصلی که میخواستم بگم رو مطرح کردم. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از آقای دکتر شیخ رضایی عزیز بابت ارائه خوب و کاملشون در موضوع نسبی‌گرایی که یکی از نقاط مهم و نقاط عطف بحث اختلاف نظر بود و دائما سوال میشد که امروز به خوبی تشریف کردن. من خواهش کردشون دارم این مقاله رو هم ارسال بکنن اگر موافق هستن. بله دوستان هم بذاریم. خب اگر هر یک از دوستان نکته یا سوالی دارن بله بفرمایید. من دو تا سوال داشتم اگر بخواستون رو میگیرم. یکی در رابطه با اینکه گفتیم ما خیلی اوقات از یک اصلی دو تا فهم متفاوت داریم. خب این بحث ما بحث معرفت شناختیه. من میخوام بگم که قبل از اینکه ما چیزی رو تکثیر کنیم یا بگیم درسته بگیم غلطه، ما باید اون چیزی بفهمیم. اینجا حالا بحث ما این بود که ما کلا متفاوت میفهمیم، یکی یه اصل یه جور دیگه میفهمه، یکی میگه دیگه. بخوام بگم این پیوند معرفت شناسی با آنچه که حالا ما توی فلسفه هرمنوتیک میگیم در رابطه با فهم صحبت میشه، میتونیم یه پیوندی برقرار کنیم همینطور که شما بحث برمیم این سوال. اگه هرمنوتیک رو به این معنای حد اقلی در نظر بگیریم، اون اصل یا اون قاعده یا اون متن مورد توافق یا مرجع این پتانسیل رو داره که اگر قضاوت و شهود من در یه مورد خاصی چیزی بود، معانی مختلفی بتونم به اون متن بدم یا تفاسیر مختلفی بتونم از اون متن بکنم. آره اینجا اینا پیوند میخوره. یعنی گویی پیش فرضه این بحث اینه که وقتی شما قضاوتتون رو توی موقعیت میکنید، اون اصل یا قاعده انقدر انعطاف پذیری یا فلکسیبیلیتی داره که تن به تفاسیر مختلف بده. اگه هرمنوتیک رو به این معنا بفهمیم که اون قاعده یا اصل یا متن معناش داخل خودش نیست، معناش داده میشه توسط کاربرش و انعطاف پذیری داره برای اینکه معانی مختلفی رو بگیره، و پیش فرض این بحث الان اینه. خواهش. این سوال دیگه در رابطه با اینه که این نسبیتی که شما فرمودید، خب شک کات میاد میگه که یه چیزی هست ولی ما نمیتونیم بشه. بخوام این نسبیتی که میگیم ما داخل یک چارچوبی باید باشه، اون چارچوب رو کی تعیین میکنه؟ یعنی ما تعیین میکنیم، یعنی دیگه یک حقیقت ازلی و ابدی دیگه اینجا نیست دیگه. یعنی چارچوب ما تعیین میکنیم و نسبیگری های خیلی بله، ولی این گفتگو چه شکلی شکل میگیره وقتی چارچوب ما تعیین کردیم؟ یکی چارچوب دیگه اینجا دیگه تعیین میکنه، یه جامعه دیگه اینجا دیگه اصلا میکنه گفتگو میشه؟ ببینید هم این سوال، یه سوال اینه که نسبیگرا وقتی میگه مثلا صدق یا معرفت یا هر چیزی نسبت به چی؟ چون میگه صدق و کذب نسبی است دیگه. یه سوال منطقی و درست اینه که نسبت به چی؟ پیشنهادهای مختلفی وجود داره که الان چند تاشو من نام میبرم که نسبت به چی. اما اگر ما بگیم صدق نسبت به یه چیزی همیشه هست، به این معنا نیست که اون چیز دل بخواهیه. این یکی از خطاهای رایجه که فکر میکنن نسبیگرایی یعنی این که هر کی حرف من برای خودم درسته، حرف شما برای خودت درسته و هیچ امکان بحث و گفتگویی وجود نداره. نه تنها در ایران، در خارج از ایران همیشه این تصور غلط از نسبیگرایی وجود داره که نسبی انگاری یعنی بی در پیکری، یعنی نبودن هیچ
معیاری، در حالی که اینطوری نیست. چطوری میتونه اینطور نباشه؟ مثلا فرض کنید من بگم اون چهارچوبی که نسبت به اون صدق تعریف میشه چهارچوب اجتماعی نه فردی. ممکنه کسی نسبی گرای فردی هم باشه، ولی یه گزینم اجتماعیه، یه گزینم فرهنگیه. یعنی من میگم یه چیزی صادقه در این فرهنگ و همین چیز در یه فرهنگ دیگه کاذبه. اون موقع شما این پیشنهاد که خب من بگم این برای من صادقه، شما بگی اون برای من صادقه، این درست این نمیتونه برقرار بشه. داریم از یه کلهای بزرگتری صحبت میکنیم، مثل چارچوب اجتماعی، مثل فرهنگ، مثل نظام باور. میگیم این در نسبت با اون، پس این به این من اولا نسبی، یعنی خلاصه فعلا نکتم این که نسبی گرایی به این معنا نیستش که هر کسی میتونه بگه حرف من برای خودم درسته. نسبی گراهای جدی، نسبی گراهایی که اعلام میکنن ما نسبی گراه هستیم، اون چیزی رو که معمولا به عنوان چارچوب نسبی میفهمن امور اجتماعیه، امور بزرگه که تغییرش در اختیار من و شما نیست، تثبیت میشه در یه شرایط خاص. این یه نکته. نکته دوم که ببینید، خود این آقای مارتین کوش که خیلی در زمینه نسبی گرایی کار کرده، هندبوک فلسفی آف ریلیتیویزم ادیتورشه و خیلی مقاله های مختلف نوشته که یکی از نویسنده‌های همین مقاله است، میگه نسبی گرایی سه تا مؤلفه داره. اگه شما در حوزه دی مثلا نسبی گرا هستید، سه تا مؤلفه داره. یک، در این حوزه اختلاف نظر وجود داره. مثلا شما در حوزه اخلاق نسبی گرایی، این یعنی که اولا در این حوزه اختلاف نظر وجود داره. بعضیا میگن سقط جنین اخلاقا مجازه، بعضیا میگن مجاز نیست. شرط اول اختلاف نظر. دوم این که این قضاوت ها در نسبت با یه چیزهای بزرگتری معلوم میشه، مثلا در این چارچوب اخلاقی، در این نظریه اخلاقی سقط جنین مجازه، در این چارچوب اخلاقی یا در این فرهنگ یا در این شبکه نسبی گرایی مجاز نیست، سقط جنین مجاز نیست. پس دومی که نسبت به یه چارچوب های بزرگتری صدق و کذب تخصیص پیدا میکنه. و سومی که شما نمیتونی جای بیرون از این بیستید و بگید کدوم اینا بهتر. شما مثلا در همین مثال اخلاق نمیتونید در جای بیرون بیستید و بگید مثلا اخلاق سکولار بهتره یا اخلاق مذهبی بهتره. اون چیزایی که برای بهتر بودن اخلاق مذهبی برمیشمارید اصلا از دید کسی که طرفدار اخلاق سکولاره شاهد مرتبط به حساب نمیاد و بالعکس. این ستا رو میگه نسبیگرا داره. اما این فرض که معمولا به نسبیگرا نسبت داده میشه که همه اینا به یه اندازه خوبن، این جزء مؤلفه های نسبیگرایی نیست. چون دو مرتبه یه مجموعه از انتقاداتی که به نسبیگرایی وارد میشه اینه که نسبیگرا ادعا داره همه این چارچوب ها به یه اندازه خوبن. اصلا اینطوری نیست. چون طبق این اصل شما نمیتونید بیرون از یه دونه از این چارچوب ها بیستید، نسبیگرا خودش داخل یکی از این چارچوب هاست. یعنی یا اخلاق سنتی رو قبول داره، یا اخلاق دینی رو، یا اخلاق سکولار. و چون خودش جزء یه دونه از اون چارچوب هاست، اصول اون چارچوب برای این نسبیگرا بهتر از چارچوب های دیگه است. یعنی تصور نادرست از نسبیگرایی اینه که نسبیگرا کسیست که بیرون همه این چارچوب ها ایستاده و میگه همه اینا به یه اندازه خوبن. این اصلا با روح نسبیگرایی سازگار نیست. چون اصل سوم نسبیگرایی میگه شما نمیتونید در یه نقطه بیرون بیستید و اینا رو قضاوت کنید. نسبیگرا مثلا چون نمیدونم مرده، چون غربیه، چون سکولاره، چون تجربه گراست، مثلا یه نسبیگرا یه مجموعه از ترجیحات داره، بنابراین اون چارچوب و اون نظام برای نسبیگرا بهتر از بقیه است. ادعای نسب، پس نسبیگرایی به معنای آنارشی نیست. به این معنا نیست که هر کی هر چی میگه درسته و هر کی هر چی میگه به یه اندازه درسته. و نکته مهمتر این که معمولا نسبیگرایی در
ارجاع به یه چارچوبای بزرگتری مثل چارچوبای تاریخی، مثل چارچوبای فرهنگی تعریف میشه که دل بخواه ما تغییر نمیکنه. این اینا باید تو تعریف نسبی گرایی این اینو مد نظر قرار داد. این امکانی شده از دست سبون نسبی گرایی صحبت کنیم، اصول نسبی گرایی رو میشه یک بار دیگه بیان بکنیم؟ این صورتبندی که عرض کردم صورتبندی همین آقای مارتین کوشه که در اون مقدمه کتاب کامپانیون فیلاسوفی آف ریلیتیویزم اینطوری صورتبندی میکنه نسبی گرایی. میگه شما در حوزه دی، هر حوزه اخلاق مثلا سیاست فلان، نسبیگرا هستید اگه این سه تا حرف رو قبول کنید. یک، در اون حوزه اختلاف نظر وجود داره، کسانی میگن الف درسته، کسانی میگن الف نادرسته. این اختلاف نظرهای رقیب در نسبت با یه چارچوبهای دیگری توجیه میشن. مثلا اونی که میگه سقط جنین مجازه، وقتی ازش میپرسید چرا مجازه، میگه که مثلا فرض کنید که جنینی که معلول به دنیا بیاد و چنین ضرر و زیانی به جامعه برسونه، ضررش بیشتر از نفعشه، پس سقط جنین مجازه. در حالی که اونی که میگه سقط جنین مجاز نیست، میگه جنین موجود زنده است، کرامت انسانی داره و نمیشه حق حیات رو ازش سلب کرد. پس در ارجاع به یه چارچوب های بزرگتری صدق و کذب خودشون رو توجیه میکنه. و نکته سوم این که شما نمیتونید جایی بیرون از این چارچوب ها بیستید و دست به یک قضاوت ابجکتیو راجع به اینا بزنید. این به چه معناست؟ یعنی این که اون چیزی که برای یکی از این چارچوب ها شاهد مرتبط به حساب میاد، دلیل معید به حساب میاد، از جانب دیگری به حساب نمیاد، جزء عناصر و المان هایی که او بهش توجه کنه نیست. مثلا در همین مثالی که زدم، مفهوم کرامت انسانی برای کسی که مثلا کانتی نگاه میکنه مؤلفه مهمیه، شاهد مربوطیه، اگه نقض بشه کار غیر اخلاقی داره صورت میگیره، در حالی که اونجا اصلا ترم مربوطی به حساب نمیاد. و شما یه جایی بیرون نمیتونید بیستید و بگید که خب حالا بیایم ببینیم که اینو به شکل عینی بررسی بکنیم، چه شواهدی داریم برای اینکه همچین چیزی مثل کرامت انسانی رو باید بپذیریم یا نباید بپذیریم. هر آنچه که شما در له یا علیه این بگی، به نفع یا به ضرر این بگی، منوط به اینه که خودت چه نظری راجع به اون موضوع داری. بنابراین قضاوت بیرونی و سوم شخص به شکل عینی میسر نیست. میگه این سه تا خصلت رو اگر در یک حوزه بپذیریم، در اون حوزه نسبی گرا هست. یعنی دوالیزم دیگه، همه چیز بی‌طرف نمیشه، یا باید اینوری باشه یا باید اونوری باشه. آره، حالا دوالیزم چون ممکنه بیش از دو تا باشن اون تعداد نظریه‌های رقیب، آره، بنابراین نمیشه گفت یا این یا اون، ممکنه یا این باشه یا اون باشه یا چیزای دیگه باشن، بیش از دوه. ولی بله، این که شما نمیتونی بیرون یکی از این چارچوبا بیستی و درباره اونها راجع به مزایا و معایبش قضاوت نسبی بکنی، نمیتونی بیرون بیستی. بله. اول که در واقع در مورد نسبی گفتید، چهار تا در واقع خصیصه گفتید، یکی در واقع مدلل نیستن، یکی مبرهن نمیشن، یکی در واقع اصل موضوع ندارن، یکی در واقع واسطه شواهد نیستن. این دو تا با هم دیگه میاد رو استدلال، ولی اون دو تا دیگه یکی تجدید نظر نمیشه درشون که، یعنی اصلاح نمیشوند. و مورد چهارمی که الان گفتی در واقع اتمی هستن اینا. بعد الان این مورد اخیر که گفتی باز یعنی چهار تا شد سه تا. من همینجور فکر میکردم که این مثلا اتمی بودن که به ماده بستگی داره، یعنی چیز درونیه، و اون در واقع شواهد و اصول موضوعی که از بیرون میخوان حمله بکنن به این که قابلیت وجود نداره در نسبی گرایی. اون حالت اصلاح ناپذیر بودن رو من فکر میکنم میره تو همون بحث چارچوب، درست میفهمم؟ یعنی اصلاح ناپذیر بودن، غیر قابل تجدید نظر ناپذیر بودنش به خاطر اینکه دیگه چارچوب هستن. اینجوریه؟ در این راجع به این
پیشنهاد قضاوت موقعیتمند صحبت میکنی؟ آره، با اون تعریفی که آره. تو کتاب آقای خب. تعریف نسبی‌گرایی. آره. ببین لزوماً اون چهار تا خصلتی که برای قضاوت موقعیتمند گفتیم ربطی به این سه تا چیزی که راجع به نسبی‌گرایی گفتم نداره، به هم حالا میشه مرتبطش کرد ولی تناظر یک به یک نداره. ببین اونجا اول میگه که قضاوت موقعیتمند قاعده بنیاد نیست، اصلا قاعده بنیاد بودن و نبودن به ربطی به نسبی انگاری نداره، اون میره کنار. یعنی شما میتونی نسبی انگار باشی، معتقد باشی ما استدلالهامون رو از قواعد نتیجه میگیریم، نمیگیریم، اون این ربطی نداره. مورد دوم این که اینا تحت روابط اویدنشیال یا شاهدی قرار میگیرن، باز اینم با نسبی گرایی مشکلی، یعنی شما میتونید بگید قرار میگیرن یا نمیگیرن و نسبی گرا باش. نسبی گرا سلباً یا ایجاباً حرفی راجع به این نمیزن. اصلاح پذیر بودن که ویژگی سومه، باز به نظر میرسه ربطی به نسبی گرایی نداره، یعنی شما میتونی نسبی گرا باشی از نوع اونایی که راجع به چشایی گفتن، بگی اینا اصلاح پذیر نیستن. و باز چهارمی که کلگرایانه بودنه، اینم ربطی به نسبی گرایی نداره. ببین این چهار تا تناظری با مؤلفه‌های نسبی گرایی ندارن، اما یه ارتباطی برقراره. یعنی چه ارتباطی برقراره؟ نویسنده ها میگن اگه این ترکیبی که ما گفتیم و شما قبول کنید، یعنی قاعده بنیاد نیست ولی اون ستای دیگه هست، این در چارچوب نسبی گرایی میگنجه، تعارضی با نسبی گرایی نداره. یعنی نسبی گرایی رو اگه به همین معنی که توضیح دادم بفهمی که اختلاف نظر وجود داره، این اختلاف نظر در ارجاع به یه کلهای بزرگتری رسانش اول شرط کافیه. کدوم مطلع؟ که در واقع قاعده محور اصل موضوع در واقع نداره. برای نگاه اینا مهمترین چیز همینه که شما استنتاجاتتون از یه قاعده ناشی نمیشه. اما چرا به این میگن نسبی گرایی؟ توضیح دادم. دلیل این که به این میگن نسبی گرایی اینه که در مقابل مطلق گرایی که شما بگید یک امر مطلقیه که وقتی اختلاف نظر هست یه حقیقتی وجود داره، در وقتی نسبی گرایی اختلاف نظر رو فرایند بفهمیم، یعنی به یه سمتی داره حرکت میکنه دیگه. اونی که مطلق گراست، اونی که رئالیسته، میگه که این اختلاف نظر به سمت اون امر واقع داره حرکت میکنه، اونی که حقیقته، اونی که خارج از هر چارچوبی درسته. نسبی گرایانه بودن این پیشنهاد اینه که نقطه تعادل کاملا کانتینجنته و امکانیه. یعنی مثلا اینو شما خیلی شنیدید، ممکن بود پیشرفت های ما در علم پزشکی به شکلی باشه که امروز چارچوب پذیرفته شده پزشکی مدرن هومیوپاتیک باشه، ممکن بود. به این معنا نسبی گرایان است. یعنی اینکه اینطوری نیست که هر کدوم از این چارچوب های رقیب، یه دونه از این چارچوب های رقیب یه مزیتی داشته باشه که بقیه نداشته باشن و ما در طول تاریخ به سمت اون داریم حرکت میکنیم، به سمت امر درست داریم حرکت میکنیم. نه، ما میتونستیم سر یه چیز دیگه اجماع کنیم. مثال دیگه اگه بخوام برای شما بزنم، این خیلی تو حوزه تکامل خودشو نشون میده. مثلا امروزه یه گونه جانوری رو در نظر بگیری، این به یه نقطه تعادلی رسیده در محیطی که زندگی میکنه، رنگش به یه شکل خاصی شده، توانایی های حرکتش، پروازش به یه شکل خاصی شده، تولید مثلش این مزیت داشته، اما این مزیت مطلق نبوده. اگه شرایط تحول، شرایطی که نیاکان این گونه توش زیستن یه شکل دیگه میبود، این به یه شکل دیگه در میومد. مثلا پروانه که الان خاکستریه، به چه دلیل خاکستری شده؟ تو محیطی زندگی میکرده که خاکستری بودن استتار خوبی به این میداده، الان براش مزیته. اما اگه همین این در یه محیطی زندگی میکرد که سفید بودن این مزیت رو بهش میداد، کم کم سفیدا زیاد میشدن و همین پروانه الان سفید بود. اون نقطه تعادله
یه امر کانتینجنت، یه امر امکانیه. به این معنا نیست که خاکستری بودن یه ویژگی داشته حقیقی بوده که بقیه نداشتن. یه گزینه‌ای بوده که در سوال دومی که تیستر، این که در واقع فرقی که چشندگی غذا شغلش هستش، این چه نقض ایجاد میکنه تو این چهارتا که ما دیگه به این چهارتا میگیم این حالت کاریکاتوریه، باید در واقع یه نظر واقعی تر باش برمار کنیم. نقضش تو این چهارتا آیا میشه توضیحش دار؟ ببین نویسنده ها میگن کسی که ذائقش استاندارده، یا اینطوری بگیم وقتی که اختلاف نظر در حوزه چشایی وجود داره، این اختلاف نظر از اون نوع محضی که به شکل سنتی ترسیم میشه نیست. بحث سر این اختلاف نظر در میگیره، به سمت همگرایی حرکت میشه. اینطوری نیست که یه نفر بگه من اینو ترجیح میدم و این پایان ماجرا باشه. در نسبی گرایی خدشه وارد نمیشه. در اون گزارشی از نسبی گرایی خدشه وارد میشه که میگه که این پارادایم ها هیچ پنجره‌ای به هم ندارن. وقتی یکی میگه این برای من درسته، تو چارچوب من درسته، و دیگری میگه این برای من درسته یا تو چارچوب من درسته، این پایان ماجرا نیست. اینا تلاش میکنن همدیگر قانع کنن. این میگه در اون مثال تستر این بحث قبلا شده، شما الان نمیبینید. این طرف میاد میگه که آقا این خوبه، شرکت ها میرن رو اون سرمایه گذاری میکنن، ولی مگه الکی این اتفاق افتاده؟ یه فرایندی طی شده تا این آدم ذائقش استاندارد تشخیص داده شده، یا همگرایی صورت گرفته. این در گذشته بود. مثلا چه میگیم همگرایی همون اصل در واقع اصلاح پذیر بودن یا نپذیر بودن رو هم خدشه بهش وارد. چرا دیگه، اتفاقا اصلاح پذیری رو با اصلاح پذیری مسئله داره، چون که میگه اگه یه فرایند اصلاح ناپذیری بود، اگه محض بود، چرا همه تستر نمیشن؟ قاضی هم شبیه همین تستر میشه. قاضی؟ این جالبه، چون که یه تصورات، یعنی یه تلقی وجود داره که قاضی بر مبنای اصول حکم میده، یعنی یه اصولی هست مثل اصول موضوعه و قاضی مصداق رو میاد ذیل اون قرار میده، در حالی که باز اشاره کردم مطالعات علوم شناختی به ما نشون میده که اینجوری قضاوت نمیشه. قاضی اول یه شمی از این داره که آیا این کاری که انجام شده جرمه یا جرم نیست، بعد با توجه به اون شمش میره مواد قانونی مربوطه رو اولویت میده، تفسیر میکنه به شکلی که اون شمشو براش توجیه فراهم کنه. میتونه قضاوتش درست نباشه. 100% میتونه درست نباشه، و این اختلاف نظر در حوزه قضاوت هم هست دیگه. شما در دادگاه بدوی حکم میگیرید، میرید دادگاه تجدید نظر، کلا نقض میشه یا اشتباه تشدید میشه، بیشتر میشه. این اختلاف نظر که هست، ولی نکته اینه که اگه این پیشنهاد یا چارچوب نویسندگان این مقاله رو قبول بکنیم، اینجا هم اینطور نیست که این دوتا قاضی با اصول شروع کنن و بعد این مصداق رو بگن ذیل این اصل قرار داد. اول یک شمی در مورد اینکه این کار چه اندازه جرم یا جرم نیست دارن، بعد متناسب با اون از قوانین تفسیر میکنن. تاریخ رو واردش کردیم و گفتیم شرایط اجتماعی سیاسی چی جمع میشه و این درست به نظر اون وقتی که میگیم بافت یا کانتکست، کانتکستوالیست، یه معنای خاصی، یعنی یه معنای محدود یا مزیقی مد نظرمونه. اگه به این معنای عام بفهمیم بله، ولی اون معنای محدود اینه که معنای کلمات، معنای عبارات در اون بافت معین میشه، و وقتی که دو نفر اختلاف نظر دارن، دو معنای مختلف از یه چیزی رو مد نظر قرار دادن، در حالی که این پیشنهاد میگه نه، اتفاقا اینا دارن راجع به یه چیز واحد و یه معنای واحد صحبت میکنن.
بنابراین اون بافت کانتکستوالیسم رو، بافت مندی رو باید به این معنای حد اقلی فهمید که آیا معنای اینها از این عبارت و اصطلاح یکیست یا یکی نیست. خیلی ممنونم از دوستان بابت حضورشون از آقای دکتر شیخ رضایی، خیلی متشکرم. فکر میکنم باز هم پرسش‌های در این رابطه هست، از اینکه من خودم یک سوال دارم برای اینکه روشن بشه برام بیشتر مسئله، ولی وقتی ایشون رو واقعا دوستان بیشتر از این نمیگیریم، اگه خودتون رو فکر در پیش. خیلی ممنون. بله خیلی متشکرم از آقای دکتر شیخ رضایی. انشاءالله با پرونده اختلاف نظر رو کماکان ادامه میدیم. ششمین جلسه بود. جلسه هفته آینده با حضور دکتر ابراهیم آزادگان انشاءالله برگزار میشه که تخصص و پژوهشی ایشون فلسفه علم هست و شکل دیگری باز به مسئله اختلاف نظر رجوع خواهیم کرد. این نکته رو خدمت شما بگم که این نشست ها تا پایان تابستان دست کم شنبه ها ادامه داره و موضوعاتی از جمله اختلاف نظر دینی، اختلاف نظر فقهی، اختلاف نظر اخلاقی، اختلاف نظر در ادبیات و اختلاف نظر توافق یا گفتگو انشاءالله خواهیم پرداخت. خیلی ممنونم از شما، همطور که چایتون رو میگم میکنید شب بخیر میگه. بیشتر چگونگی اختلاف نظر چرایی رو مطرح نمی کنم. چرایی چرا حداقل تو این بحث یکم راجع چرایی صحبت میشه؟ چون خواهش کنم سلام، چون میگه که این اختلاف نظر وقتی است که شما دو تا